سلام به همه رفقای خودم در چنل توپ سخنگو. خوشحالیم که در یک کلیپ دیگه در خدمتتون هستیم. بچه‌ها این کلیپ یه سری اخبارایی داره که به نظر خودم یه مقدار غیر عادی میاد، اونم راجع به مسیه که تصمیم خیلی عجیب غریبی داره که اونم سرخیو آگوئرو اونو تقریبا فاش کرده. به نظر من خیلی غیر عادی میاد. حالا ببینیم چیه. یه بیانیه تند داریم از اتلتیکو مادرید که جزئیاتش بهتون میگیم، و اولین خبر که اصلا دیگه وارد جزئیاتش بشیم راجع به کریم بنزما. بنزمای واقعی ناپدید شده. کریم بنزما فصل گذشته نقش مهمی در موفقیت‌های داخلی و اروپایی رئال داشت، ولی در فصل جاری به وضوح افت کرده. کریم بنزما در بهترین روزهای فوتبالی خودش نیست و این به ضرر رئال تمام شده. ستاره فرانسوی که در ماه‌های اکتبر و نوامبر درگیر مصونیت بود و جام جهانی رو به همین دلیل از دست داد، از لحاظ آمار گلزنی افت کرده. کریم در 24 بازی این فصل خودش فقط 18 گل زده که 1/3 اونها از روی نقطه پنالتی بوده. او پس از جام جهانی تونسته در لالیگا 6 گل بزنه که 4 تای اون از روی نقطه پنالتی بوده. 2 پنالتی برای الچه، یکی برابر وایادولید و دیگری برابر ویارال. او 11 گل در لالیگا زده و پس از روبرت لواندوفسکی برترین گلزن رقابت هست. کریم اما دیشب بازی تعیین کننده برابر اتلتیکو 90 دقیقه آروم رو پشت سر گذاشت و کم فروغ‌تر از همیشه بود. اما بریم سراغ بیانیه تند اتلتیکو. نباید موارد غیر عادی رو عادی سازی کنیم. بیانیه تند دوم مدیر اتلتیکو علیه رئال مادرید. خیل مارین مدیر اجرایی اتلتیکو برای دومین بار در یک ماه اخیر اظهاراتی تند علیه باشگاه رئال مطرح کرد. دربی مادرید که با تساوی 1-1 به پایان رسید، در حالی که اتلتیکو از دقیقه 65 به دلیل اخراج آنخل کوریا 10 نفره شده بود، دربی مادرید با تساوی 1-1 در حالی به پایان رسید که اتلتیکو از دقیقه 65 به دلیل اخراج آنخل کوریا 10 نفره شده بود. کوریا با آرنج به سینه آنتونیو رودریگر کوبید و او را نقش بر زمین کرد تا خیل مانسانو از کارت قرمز خودش استفاده کند. کادر فنی و بازیکنان اتلتیکو به این کارت اعتراض داشتند و دیگو سیمونه در نشست خبری پس از بازی نیز از تصمیمات داور انتقاد کرد. صفحه توییتر باشگاه اتلتیکو هم واکنشی بسیار تند نسبت به کارت قرمز کوریا نشون داد. میگن آنخل خیلمارین مدیر اجرایی اتلتیکو که پس از دربی 1/4 نهایی کوپا دل ری با انتشار بیانیه جنجالی به شدت از حمایت داوران از رئال انتقاد کرده بود، بار دیگر ادعای قبلی خودش رو تکرار کرد. او گفته بود داوران از رئال مادرید ترس دارند و فشار زیادی روی آنها برای قضاوت در برنابئو وجود دارد. مارین در ادامه گفت پس از آخرین دربی تصمیم گرفتم نظرم را علنی به اشتراک بگذارم و به همین دلیل انتقادات زیادی از افراد و گروه‌های مختلف دریافت کردم. البته بسیاری نیز با ارسال پیام‌هایی از من حمایت کردند. من به ویژه اون پیام‌هایی را که از سوی متخصصان رسانه و داوران سابق دریافت کردم رو دوست داشتم، چون اونها بهتر از هر کسی گلایه من از سیستمی ناعادلانه که سعی میکنه بر تصمیمات افرادی که باید قاضی بی‌طرف باشن تأثیر بگذاره رو درک میکنه. اما بمب خبری که وجود داشت این که آگوئرو گفته مسی جدن به نیوولز اولد بویز فکر میکنه. سرخی آگوئرو دوست صمیمی لیونل مسی و هم تیمی سابق او در تیم ملی آرژانتین میگه لو به شکل جدی بازی کردن در تیم دوران کودکیش فکر میکنه. سرخیو آگوئرو امروز ادعایی مطرح کرد که مسلماً واکنش‌های زیادی به دنبال خواهد داشت. اهمیت صحبت‌های او به این دلیل که آینده لیونل مسی همچنان در حالی از ابهام قرار داره و دنیای فوتبال رو در تعلیق نگه داشته. هنوز هیچ کس نمی‌دونه که این ابرستاره 35 ساله که حالا قهرمان جهان است، قصد داره در سال‌های آینده فوتبال چه کنه. آیا او به بازی کردن در PSG ادامه خواهد داد؟ آیا به بارسا باز خواهد کرد؟ آیا فوتبالش رو در لیگ MLS آمریکا به پایان می‌رسه یا مثل CR7 به عربستان میره؟ تنها چیزی که با اطمینان می‌دونیم اینه که قرارداد مسی در پاریس ماه ژوئن آینده به پایان می‌رسه و او تا این لحظه با PSG تمدید نکرد. به نظر شما این اتفاق می‌افته و لیونل مسی میره در تیم دوران کودکیش بازی می‌کنه؟ ممنون میشم اگه نظرتون برامون کامنت بذارید و خیلی ممنونم که در کنارمون هستید.